سایت کوین مارکت کپ، کوین جیکو و کوین پاپاریکا جزء سایت های مرجع تو قیمت ارزهای دیجیتال هستن. من فکر میکنم ویدیومو ببندم، شاید یه مقدار اوضاع اینجا بهتر شه. خب قرار بود که شما توی این فاصله برید و سایت aparat.com/servatiar تو حوزه تحلیل تکنیکال رو ببینید. شاید دوستانی که توی این گروه حضور دارن یه تجربه نصف نیمه در حوزه یا تجربه کاملی در حوزه تحلیل تکنیکال داشته باشن و خب با این اصول آشنا باشن. شما برای حضور توی بازار کریپتو به غیر از اینکه به ابزار تکنیکال باید مسلط بشید، باید توانایی داشته باشین تحلیلگران حرفه‌ای را مطالعه کنید، بررسی کنید و در نهایت خودتون تصمیم گیری کنید. در این حال که یه چیزی وجود داره بیش از تحلیل تکنیکال برای معامله گری و باید به اون هم دقت ویژه‌ای داشته باشین، که همون بحثای مثلا جابجا شدن کوین توکن از کیف پول‌ها به صرافی و برعکس و کلی اطلاعات دیگه‌ای که تو دوره پیشرفته ما با اونها روبرو خواهیم شد. یه سایتی هست به نام تریدینگ ویو که الان با هم نگاه می‌کنیم. ببینید اینجا هم یه سری وبسایت تحلیلی وجود داره. من دیدم این تحلیل حالا قسمتشون رایگانه، قسمتشون هم پولیه. زحمت می‌کشن دوستانی که توی بازار ایران فعال هستن، اینا رو می‌خرن یا دانلود رایگان انجام میدن و ترجمهش میکنن به زبان فارسی یا به صورت رایگان منتشر میکنن یا اینکه یه هزینه از بابت اینا میگیره. من پیشنهادم اینه که وقتی من لیستشو بهتون میدم بعدم برید یه نگاهی بکنید. خیلی راحت اینو در نظر داشته باشین که هیچ کسی نمیتونه روند بازار رو 100% بگه. پس اسمش، جنسش پیشبینیه، پیشگویی نیست. و توی این سایت‌ها بابت اینکه بتونن برای خودشون یه اسم و رسم پیدا کنن، از تحلیل‌های منطقی و خوب و درستی استفاده می‌کنن. پیشنهاد می‌کنم ازشون استفاده کنین. من دیگه این سایت‌ها رو نمی‌خوام دونه دونه باز کنم چون زمان مفیدمون رو از دست خواهیم داد. چک بکنید، توضیحات کامل گفتم، آدرس سایت‌ها هم مشخصه. اسم رو سرچ بکنید براتون کلی اطلاعات میاره. ما همچنان می‌تونیم بریم جلو. اینا اسم این وبسایت‌ها و وبسایت‌های معتبری هم هستن اینا که شما می‌تونید ببینید ازشون استفاده بکنید. مثلا این آخرین تغییرات در پروژه اعلام شده در رمزارزها، آخرین تحلیل وضعیت بیشتر با کاربرد فورک و آی سی او کوینیدو بهتون میده. اون دوستانی که دنبال یه همچین چیزی بودن، سه تا هم صرافیه که اینا مدل بست اکسچنجی. شما ببینید اینجا براتون مثلا چنجلی به صورت صرافیه که شما نمیتونید، خدمتتون عرض شود که با همین آی پی ایران وارد شید، حتما باید مثلا از این فیلتر شکن استفاده کنید بتونید بهش برسید. یه سری شاخص ارزیابی داریم. من یه چند دقیقه در خصوص این صرافی‌ها با هم صحبت بکنیم، بعد میریم سراغ اون تریدینگ ویو. ببین لیکویدیتیه، وقتی میخوام از بین این همه صرافی، ما دیدیم یه تعدادی از صرافی‌ها رو توی بست اکسچنج داشت با توجه به اون شرایط تقسیم بندی مربوط به پرفکت مانی، وب مانی یا اسبل کوین ها. اما میخوام از بین، من تو کوین بیس نمیتونم معامله کنم به خاطر اینکه یه بار تمام دارایی ایرانی ها رو بلاکه کرده. بایننس نمیتونم معامله بزرگ انجام بدم به خاطر اینکه ترک میکنه، آی پی ایران میبنده، حتی اونایی که سرور مجازی میگیرن تو کشوری مثل آلمان اونا رو هم پیدا کرده، حساباشون رو بسته، شک کرده، بسته، گفته کپی پاسپورت بفرست. خب این داستان ادامه داره توی سر صرافی‌های بزرگ. پس مجبور میشم برم سراغ یه صرافی یه خورده راحت‌تر، یه خورده کوچیک‌تر. خب یک فاکتوری که باید توی اینا بدم لیکویدیتیه، چقدر حجم بازارشه. در نظر داشته باشین که هرچه حجم بازار مربوط به این کریپتوها، اکسچنج ها بزرگتر باشه، قیمتش عادلانه تره. علتش چیه؟ ببینید همون داستان آمار دیگه، نمودار زنگوله شکل آمار خاطرتون هست دیگه. توی اون میگفت هرچی داده ها بیشتر باشد نمودار منطقی تره. حالا چولگی به سمت چپ و راست داره، بگذاریم از اون داستان که میزان پراکندگی و تمرکز رو نشون میده، اما به شما کمک میکنه، یعنی قیمت رو عادلانه تر میکنه. پس هرچی لیکویدیتی بالاتر باشه بهتره. اسکیلش چیه؟ توی اوردر بوکاش میتونید ببینید که
حجم معاملاتش به چه صورته، API میده به سایت های دیگه یا نه. خب این یه فاکتوره، چون وقتی API میده عملا یه تعداد زیادی از اطلاعاتش داره در اختیار بقیه میذاره. چه اطلاعاتی رو میذاره؟ حجم خرید فروشش، قیمتش، و خب این خیلی مهمه چون شما الان به عنوان یه دیلر میرین سمتش. خیلی سایت های دیگه به عنوان تحلیل و بررسی و رتبه بندی اینا میان ازشون این API میگیرن، پس براش اونجا هم مهمه. اگر اینو داده پس یه پوینت مثبته. بحث رگولاتوری کامپلینس که ببینید مثلا آیا از جایی تاییدیه ای داره یا نداره، بعد آیا مثلا سابقه حالا یه دعوی حقوقی داره یا نه، KYC انجام میده یا نه، فرایند KYC چجوریه، بحث AML شه، و از همه مهمتر این داستان ریویو خوندنه به ما خیلی کمک میکنه. دوستان ببینید، شما حتی یه مسافرت هم میخواین تشریف ببری، چه خارج کشور چه در داخل کشور، میری این سایت های مربوط به سفر رو میخونی. زیاد هم هستن، هم فارسی هست هم انگلیسی هست، تو دنیا هم اصلا خودش یه بیزینس لاینه برای خودش. میخونی و در مورد یه هتلی که میخوای بوک کنی سوال میکنی، شرایط دور و برش رو میسنجی، تفریحاتی که میتونی تو اون شهر انجام بدی یا اون کشور و الی آخر. چطور ما حاضریم برای یک سفری که مثلا یک هفته‌ای می‌خوایم بریم، 10 روزه می‌خوایم بریم، یک ماهه می‌خوایم بریم، یه همچین برنامه‌ریزی دقیق انجام میدیم و همه چی رو بررسی می‌کنیم. حالا می‌خوایم توی یه حوزه سرمایه‌گذاری کنیم که شاید فردا کیف پول ما هم بیاد تو همین ریچس والتا و به عنوان یک کیف پول سرمایه‌دار شناخته بشه. نمی‌خوایم صرافیه رو در نظر بگیریم، کیف پول رو مورد بررسی قرار بدیم، پس حتما ببینید که در موردش چی میگن چی نمیگن. استیمیت رزروش رو ببینید توی میزانی که رزرو کرده، مثلا توی پول استخری اومده وصل شده به اون استخره، میگه من در لحظه میتونم اینقدر سفارش رو بپذیرم. رو هات ولتش یا کولد ولتش که ما توی فکر میکنم اگر این تموم بشه ما جلسه بعدمون میریم روی ساخت کیف پول الکترون، کیف پول ارزهای دیجیتال که خب نکته مهمی، هات ولت و کولد ولت اونجا توضیح میدم. اما ببینید که چقدر رزروش توی این بست اکسچنج هم دیدیم که این همچین چیزی داشت. 5 تا وبسایت چیز معتبر تو حوزه اکسچنج و بایننس، کوین بیس، بیت هاب، هوبی گلوبال و کراکن، اینا وبسایت تا و اکسچنج های بسیار معتبری هستن. خب شاید خیلیشون با ما کار نکنن، ولی به خاطر اینکه ما بتونیم عرض شود که یه لیستی داشته باشیم که ببینیم این فاکتورها رو گفتم، حالا میخوایم یا خودمون باید بررسی کنیم یا اطمینان کنیم به جاهایی که این بررسی ها رو انجام دادن. یکی از اون سایت های خوبی که میتونید ازش استفاده کنید coinjiko.com/en/exchange هست، آدرسش اینجا هایپرلینک هم هست، روش میتونید کلیک بکنید برید تو. اینا گزارش های آپدیت میشه، به روز میشه و شما میتونید از آخرین ویرایشش استفاده کنید و خب در نظر داشته باشید که بیس کا به چه صورتیه. صرافی های ایرانی هم که نوبیتکس و والکس و اکسیر و رنزینکس، گزارش مقایسهش رو تو این فایلایی که براتون این بغل گذاشتم آپلود کردم میتونید ببینید. ما همونطور که گفتم هیچ عقد و اخوتی با هیچ کدوم از اینا نبستیم، شما میتونید هر کدوم دوست دارید انتخاب کنید، یا اصلا با صرافی ایرانی کار نکنید، برید با صرافی های خارجی. فرصت و تهدیدهایی که سمت صرافی ها وجود داره چیه؟ به یکی اینکه بحث مسدودسازی دارایی ایرانی هاست که متاسفانه این اتفاق داره هر روز میفته تو این صرافی ها. ریسک های امنیتی که مربوط به خود اون سایت هست یا دیوایسی که شما، یعنی لپتاپ، تبلت، موبایلی که دارین استفاده میکنید برای اینکه به این سایت ها متصل بشین. هم روز اول بهتون گفتم که جلسه اول یه سری افزونه هایی رو باید تو گوگل کروم و فایرفاکس اضافه کنید، خیلی هم ساده بود که وقتی وصل میشین دیگه مورد حمله قرار نگیرید. بحث ماین کردن دزدکی بود که بهتون تاکید کردم. حتما از این فاکتور ارسال SMS برای ورود و خروج و نمیدونم تایید تراکنش، حتما اون گزینه رو فعال کنید. حتی توی بانک هم الان میبینید دیگه این SMS برای ورود میاد، SMS انتقال پول تایید میکنید و در نهایت اینا کمک میکنه جلوی فیشینگ و این کلاهبرداری گرفته شه. و خب محدودیت هایی که توی ارزهای دیجیتال دارن دیدیم که هر کدومشون یه تعدادی مشخصی ارز دیجیتال ساپورت میکنن، در نظر داشته باشیم توی اون صرافی های بالاترین رتبه اون دسته از صرافی که بالاترین چیزو دارن، رتبه بندی رو دارن، اگر یک کوینی توکنی رو لیست بکنن
یه دفعه قیمتش میره بالا. چرا؟ چون وارد یه مارکت بزرگ میشه، براش هم اعتباره برای اون کوین توکنه. خیلی ها میان این کارو میکنن، غیر از فورک و ارشواد هافینگ، اینم گوشه ذهنمون گوشه دفترچمون بنویسیم که یکی از نکات مهم برای اینکه میخوایم روی یه چیزی سرمایه گذاری کوتاه کنیم بگیریم بپریم بیرون اینه که ببینم آیا داره لیست میشه جایی یا نمیشه. مثلا تو همون سایت ها خبرش میاد دیگه، تو توییتر و اینا تو درگیر این بازار بشین، تو اون سایت های خبری که بهتون دادم میتونید اینا رو پیدا بکنید که مثلا قراره که تو برنامهشون هست که تو کوارتر دوم یا کوارتر چهارم یک سال 2021 بیان لیست بکنن مثلا این کوین و توکن ها رو. خب اعراف فرصت سرمایه‌گذاری خوبیه، معامله جفت ارزی دارن یا ندارن و قوانین و مقرراتی که برای جابجایی پول دارن به چه صورتیه، بهتون اجازه میده که یه دفعه پولتون رو بیرون بکشین یا نه. انواع اکسچنج ها یا سنترالایز مثل همین بایننس و اینا، یا دیسنترالایز نمونه مثلا بایننس هم یه دونه اینجوری درست کرده، یا هایبریدیه که از دو تا ظرفیت سنترالایز و دیسنترالایز استفاده شده. و خب ما اینجا بحث بروکر رو داریم و اینستنت رو که یه این صفحه یه اپلیکیشنه برای جابجایی توکن دیگه، شما چیزی نمیبینید، این تشکیلات صرافی و دفتر رو نمیدونم اینا رو نمیبینید که خب به این صورت داره انجام میشه. بروکر هم که عملا سنترالایزن. برای یک صرافی در هنگام انتخابش به غیر از اون مواردی که بالاتر گفتم، آیا همه کوین ها رو پوشش میده تو دسته های مختلف، کوین و توکن و آلت کوین و استیبل کوین ها رو؟ چون استیبل کوین ها به شما کمک میکنه، عملا این هجینگ میمونه، خودتون رو میخکوب میکنید توی نقطه سود شناسایی میکنید، تک پروفیت میزنید یا استاپ لاس میزنید. لیکویدیتی چجوریه؟ اگر سطح چیزی داشته باشه، اینکه به شما کمک میکنه سریعتر پولتون رو نقد کنید و جابجایی بکنید، جابجایی انجام بدید. سکیوریتیش روی KYC AML چجوریه؟ کولد استوریج دارن یا ندارن؟ آیا مثلا با ایمیل و اس ام اس به شما